برگشتیم در ادامه برنامه قرار داریم ما هم سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه عزیزایی که همکنون بیننده برنامه صبح و زندگی هستین خوب به صحت من باشین و رمضان تایدم با صبر و حوصله خاص پیش برده باشین ما هم تنها نیستم مهمان عزیز را کنار خود دارم و امروز قرار است در رابطه با پارلمان صحبت بکنیم پارلمانی که امروز ما داریم این که وضعیت پارلمان امروزی ما است و چقدر میتونه تاثیر منفی بر زندگی مردم افغانستان داشته باشه صحبت خواهیم داشت با آقای سعید مسعود زاهد فعال اجتماعی هستند و با ما در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم داشت شما هم شاهد هستین که در صفحات اجتماعی این موضوع خیلی غوغا برپا بر کرده هر کس در هر سن و سال باشه میای بالای این موضوع صحبت میکنه ولی امروز ما مفصل تر روی این موضوع صحبت میکنیم ای که چقدر میتونه عواقب بد داشته باشه برای کشور مثل افغانستان که همه منتظر سال هستند پروسه هایی که صورت گرفت حالا ببینیم این موضوع به کجا می انجام با ایشان صحبت های خواهیم داشت سلام صبح شما بخیر آقای زاهد خوش آمده سلام صبح شما بخیر و سریق در چیزی بایتون صبح با همه مردم افغانستان بخیر شما سلامت باشین خوش آمدین آقای زاهد خوب است یک مقدمی داشته باشیم در را در رابطه با پارلمان بسیاری از ما میفهمیم پارلمان نهاد است که قانون ساز سواله حالا که این پارلمان ما چرا قانون شکنی میکنه خوب است بیشتر در رابطه با وضعیت کنونی پارلمان از شما بشنویم طوری که شما صحبت کردین پارلمان محلی هست که نمایندگان ملت بله. جمع شده و با هم مذاکره میکنن و اتحاد سیاسی به وجود میارند که در مقابل دنیا به نمایش بگذارند بله. اما شما ببینید وضعیت امروزی پارلمان افغانستان برعکس است یعنی آنها نه نمایش سیاسی نه نمایش درایت و نه هم نمایش خلاقیتی که دارند به دنیا و به ملت نشان میتن بله. بلکه امروز با هزاران گونه تبیز با هزاران گونه فسادی که در داخل خود پارلمان وجود داره و افرادی که درایت و اهلیت نماینده شدن ملت و مردم را نداره و واقعا هم که از آدرس مردم نرفتن در اونجا نمایندگی بکنن نه. امروز چند فردی آمدن و یک گروه خاصی پارلمان را به گروگان گرفتن و همان طور امان شرف و عزت همه ملت افغانستان خانه ملت است که به نام پارلمان است اما شما امروز میبینین که با هزاران مشکل حتی با مو کسافات و هشغالشان امروز اونا تانستن که برای دنیا و خصوصا برای ملت ما یک 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 یک, یک،, یک لکه ننگ را بر مردم با. افغانستان ایجاد بکنن که هنوز هم مردم افغانستان به دموکراسی پی نبردن و هنوز هم نمیدانن که یعنی پارلمان قوی ترین انصوری هست که پاسخگویی شکل می و همین مردم است که او نماینده ها را انتخاب می کنن و قدرت بر پارلمان مردم می تا. و این بیانگر ازی است که امروز مردم افغانستان نتانستن نماینده های خوبتر و بهتری که پاسخگو برای مردم افغانستان باشند و بتانن از قانون افغانستان و بتانند از قوه مجرعه نظارت بکنند و از کمیسون که تحقیقات و نهادهای های که در روژه وجود داره اینا باید پاسخگو برای مردم باشن بله. اما متاسفانه در روز اول اینا برای ملت نشان دادن که عواقب خیلی ناگواری در پی خود داشت و ما نمیدانیم که بالاخره آخر از چگونه برای مردم یک 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 درس و یک عبرتی کلانی را خواهد داد بله متاسفانه آقای زاهد در شرایط کنونی که موضوع پروسه سال هم در میان است و نشست هایی که صورت گرفت بسیاری از مردم خوشبین بر این بودن که این نشست ها میتونه صلح در افغانستان بیاره حداقل صلح نسبی در افغانستان بیاره ولی وضعیتی که دای چند روز ما شاهد بودیم قراری که شما یادآور شدین روز اول که قرار بود کلا کارشان را آغاز بکنن او قسم یک درگیری شد و خیلی این موضوع سر زبان هر کس افتاد مخصوصا در صفات اجتماعی حالا بیاین روی از این مفصل تر صحبت بکنین که چقدر میتونه بر زندگی مردم بر زندگی یادی مردم تاثیر بد بگذاره از کجا مردم خوشبین بر این باشن که حداقل نهاد مثل پارلمان که به وضعیت ثبات افغانستان تعیین کرده بتانن. در 10 سال گذشته زبانی که پارلمان شکل گرفت و نظام دموکراسی در افغانستان آمد و مردم شاهد بود که پارلمان نقش اساسی از زمان بل. برای مردم نداشت ولی یک چیز قبول شده بالای مردم افغانستان بود و قانون اساسی افغانستان بود که باید پارلمانی بلد. وجود داشته باشه سر از او مسائلی که در گذشته بود سیاست هایی که در گذشته بود ولی در همین حکومت هم شما شاید بودین که چهار سال خانه ملت خانه بی قانونی بود که اونا از آدرس واقعی مردم نبودن که نمایندگی بکنن بلد. با اشکال مختلف یا وابستگی برای یک رهبر داشتن یا وابستگی برای یک گروه یک حکومتی گزارشات بودیم در رسانه اونا آمدن امو خواسته هایی که برشان بادارایشان دادن خواسته های خود را تطبیق کردن ولی از قانونی که در روی عزت افغانستان و در او شرف و وقار ملت افغانستان است که سالها در را مبارزه کردن و شهید دادن امروز هم در قربانی حاضر هستند میتن اونا نتانستن که پاسخگو باشه شما ببینین بعد از این چهار سال هم مردم یک امیدی داشت که کل انتخابات نسبی صورت گرفت که انتخابات هم به انتخابات این نبود دموکراتیکی که مدعو مردم نقش اساسی داشته باشه شکل گرفت و بالاخره سرانجام به این رسید که اونا رفتن در دروازه خانه ملت را باز کردن گناه ام امید بر مردم ام افغانستان ام بیارن اما در روز اول وقتی گناه واکنش های را نشان دادن همه امید از مردم افغانستان برداشته شد امید از اون نسل جوان برداشته شد که سال در این را قربانی می امروز ام روز از سنگر دفاع میکنه از تاج تخت همین مردم دفاع میکنه امروز همو جوان است همو سرباز و همو عسكر است که خانه ملت است و در مقابل دشمن و در مقابل توتالیتاریسم ها در مبارزه هستند و اونا نمیگذارن که بیان همو صلح نسبی و امنیت نسبی که مردم افغانستان داره به گروگان بگیره یعنی هدف آرزوی مردم افغانستان ای بود که خانه ملت باز شوه و مردم بتونه زمینه های اشتغال زایی از طریق را باز از بازتر بکنه قوانینی که برای منفعت افغانستان نیست برای منافع ملی افغانستان نیست و قوانین نباید تطبیق شوه و با. اینا نماینده های واقعی باشه که اونا بتونن برای مشکلات مردم با. افغانستان برای صلح افغانستان و برای اشتغال زایی افغانستان و برای نسل افغانستان که امروز قربانی میده حد یک کل یک دستور یک برنامه و یک راهکار خوب داشته باشند که اینا برای حکومت بتن برای رهبران حکومت بتن اما متاسفانه امروز شما دیدین که اینا بدون کدام راهکار و بدون کدام انگیزه داخل خانه ملت شدن و و و, و, و عمو آرزوی مردم افغانستان و امو امید نسبی مردم افغانستان, ام افغانستان ام از هم از, هم از دست دادنی. متاسفانه آقای زاهد خوب از نگاه بر این داشته باشیم که نگاه های قوم در دا داخل خود پارلمان چقدر میتونه مشروعیت این نهاد را زیر سوال ببره درست زمانی که ما در شرایط بد قرار داریم و اعتبار نسبی مردم افغانستان تصامیم پارلمان بود که حالا به این وضعیت است بزرگترین رنجی که مردم افغانستان امروز متحمل شده و همون موضوع تابیس و موضوع قومگرایی است در و در حکومت شما ببینین پارلمانی که در اونجا انتخابات شفافتر صورت گرفت در روز اول بله. انتخابات نسبی شفافتری بود در حضور بله. همه نمایندگان صورت گرفت همه قبول دارن. و ب... بله. همه قبول کردن و رای بیشتر را ب... 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 یکی از کاندیدا گرفت و رای کمتر یکی از کاندیدا گرفت اما شما ببینین کی مسئله را به طرف قوم بردن به طرف زبان بردن به طرف سند بردن ولی اما نمیدانیم که افغانستان خانه مشترک هم اقوام است بله. این تنها خانه تاجیک پشتون و هزاره نیست بله. و از همه اقوام است و هر کس میتونه زیر که به نام افغانستان زندگی بکنه مبارز و سهمدار واقعی افغانستان کسی است که به درد افغانستان بخوره برد. و بتونه مشکل افغانستان را حل بکنه بحران سیاسی داخلی و خارجی افغانستان را ترمیم بکنه و از این حالت برای اما شما ببینید در عموم مثل مثلا مسئله قومی شد و بالاخره تعمیم روزام رئیس پارلمان وجود نداره یک یک تعداد خیسن یک گروه خاصی که از یک طرف یک سمت شاید حمایت شون نمیخوان و همو و آرزو و آرمان ملت افغانستان را به باج گرفت و و اونا اجازه ای را نمیتن که رئیس پارلمان بره به کرسی خود بشینه بله. و بیاین سر مسائل اساسی کار بکنن شما امروز ببینید که خدم حکومت افغانستان است بله. اما ببین به این حالت اما امروز نمیتونن این پارلمان مکلف بود که امروز قانون ای را ایجاد میکردن که باید رئیس جمهور استعفا میداد میمدن به طرف بله. نظام خوبتر میرفتن و, و قدرت تسلیم میشد بر خانه ملت بله. که مردم به طرف انتخابات شفافتر و دموکراسی خوبتر میرفتن اما با این حالتی ای ببینیم امروز نه حکومت در جایش وجود داره قانون هم درست تطبیق نمیشه و وکلایی که امروز هم واقعی رفتن به نمایندگی مردم اونا هم حرف زدن نمیتونن بدون رئیس و همین مشکل است که امروز مردم بیچاره است که در را خون میتا مردم بیچاره است که در روز همه قربانی ها را متحمل شدن سال هاست که فرزندشان از دست دادن میلیون ها جوان را ما امروز در سنگرا از دست دادیم بسد ها جوان به هزار ها جوان امروز ما تومه دریا و نهنگا کردیم اکثریت از اینا را به ساختیم جوانایی که دانش کرده بودند تحصیل کرده بودند امور متاسفانه امروز اونا را با توهین و, و تحقیر که از این سر موضوع تربیت قومی و سنتی و زبانی بود اونا را ما نامید کردیم که اونا رفتن به گروه های مخالف پیوستن اینی مشکلات اساسی مردم افغانستان است که تا چه زمانی میتونن این را حل بکنن دب دب نخستین گزینه ای که اگر بخوان این را حل بکنن مسئله ای است که باید مردم یک انقلاب بکنه و مردم باید یک سادگی در مقابل هر زور و استبدادی بکنه و بیاین برای منافع ملت افغانستان و برای آرمان میلیون ها شهیدی که در افغانستان دادیم بیان جمع شوند و اونا خودشان مردم است که قانون گذار هستند و مردم است بله. که نماینده و رهبر تعیین میکنن بله. در این بحره اساسی که امروز افغانستان وجود داره مردم باید از فکر و اندیشه سیاسیشان و از دانششان استفاده بکنه. نه از زور نه از کلدری و نه از فنج سالاری اونا بیاین و برای منافع افغانستان و منافع امروز و فردای افغانستان بله فرده. آقای زاهد یک مورد که بارها بالاش توجه و صورت گرفته و پیشنهادهای هم شده در رابطه با این موضوع طرحهای هم پیشنهاد شده موضوع اقتصاد افغانستان است اهم از نگاه سیاست هم از نگاه روابط اگر بسنجیم تمامی وکلایی که در پارلمان است به نحو اینا بالای ارتباطات خیلی نقش بسازه دارن ارتباطاتی که ما با بیرون از کشور داشته باشیم ارتباطاتی که ما با بین المللی داشته باشیم حالا اگر نگاه کوتاه بر این موضوع داشته باشین این وضعیت کنونی ممکن است چقدر تاثیر منفی بر روابط اجتماعی بر روابط اقتصادی و سیاسی ما داشته باشه حالا که این وضعیت حکم فرما شده به نظر شما ممکن است در آینده نزدیک دیگه ما چی ها از دست بتاید. مردم افغانستان یک دید مثبت در در قبال این نماینده های جدیدی که سرمایه دار بودن و ثروت داشتن اونا تو فکر میکردن که اگر اینا به خانه ملت برن دیگه اینا پول و سرمایه دارن دیگه به با. با طرف جیب مردم افغانستان نیست و از،, از, از, مردم افغانستان پول نمیگیرن و خدمت واقعی و برای مردم بودن افغانستان که اقتصاد خوب تر میشن. اما این قضیه را فراموش نکردن که هر قدر اگر سود و ادمن هنوز هم حریستر شده میرن را تاریخ شاید بوده در افغانستان خصوصا در امی بیس سالی که نظام شکل گرفته بود تا امروز اینا کسانی هستند که اونجا رفتن فقط بر منافع شخصیشان اگر که پولش و سرمایه‌شون را نگهداری کرده بتونن اما با, با جایدادهایی که دارن اینا از اون قوه صلاحیتی که در خانه ملت دارن استفاده بکنن شما ببینید که اگر اینا واقعا برای مردم افغانستان خدمت میکردن قبل از رفتن به خانه ملت چرا دست صدها جوان را نگرفتن چرا اونا خودشان از پول شخصی نامدن برای حکومت پول ندادن که شما برین فابریکا را باید فال بکنین شرکت های را باید فال بکنین که در اونجا ما صدها هزارا جوان را بیاریم در اونجا وظیفه برشان بدیم که اونا مصروف کار باشن و هم تحصیل بکنن اما شما ببینید که امروز خانه ملت وقتی که شد اینا سرمایه خود را سرمایه کردن و همون سرمایه که فعلا هم دارن او را بخواهن حفظ بکنن که برای آینده خودشان کار صورت بگیره بند. اما و این شاید است که به این نتیجه هم مردم خوبتر نیست که نباید انتخاب میشودن شما ببینید نقش دهها ده ها جوانی که واقعا تلاش کردند چی از نگاه رسانه ها شما بله. خیلی بند. مدره بودن و شخصیت های جوانی که اونا بند. شاید امی مسائل تبعیض را از میبردن و اونا بر دموکراسی پای میبردن و از آلمان این مردم دفاع میکردن امروز متاسفانه مو کسا با اعتبار سفارش مردم شده. اکثریتشان با میتوره حالت ولی اکثریت کسان جوانای واقعی کنا بر رنج مردم افغانستان پی بر برده متاسفانه اونا را پیدا نکردند خیلی سپاس آقای بلدن. زاهد و آخرین صحبت شما در رابطه با این موضوع را حل که شما پیشنهاد میکنین فکر میکنین میتونه مؤثر باشه بر وضعیت کنونی بفرمایید. رای حل است که مردم افغانستان در پی رهبرهایی که بر منافع افغانستان نیست. در پای سیاسیونی که فقط منفعت شخصی خود را امروز می و از مردم به وسیله رسیدن به خواستهای سیاسی شان استفاده می‌کنند، از اینا بپرهیزند در شرایط کنونی که امروز ختم حکومت است و حکومت هم پا بر جاست. هم خانه ملت درش درست بر نمایندگاه باز نشده بهم. و اکثریت سیاسون دیگر هم بر منافع امروزشان مردم را در حله حکومت و نظام خیستاندن اینی در این در این بحره ای اساسی باید مردم فکر دقیق و عمیق داشته باشند و از خرد سیاسیشان و بیاین بر این تاریخ یک بار مطالعه بکنن در این 20 سال گذشته که همی سادگی های مردم در مقابل نظام به چی نتیجه رسیده و همی سیاسیونی که در گذشته هم امتحان خود بر مردم افغانستان به. دادن از اینا تا چی اندازه میتونن که استفاده برای منافع ملی افغانستان بکنن اگر دیدن که نتیجهشان مثبت بود نسبت بر اینا همراه اینا باشن و برن به طرف یک حکومت خوبتر بهتر و بیان حکومت ها از این حالت نجات بتن و طرف باند. پارلمان برن و باید از نظام پارلمان استفاده بکنن و اینا برن انتخابات را شکل بتن اگر میبینن که در این شرایط اینا بر منافعشان نیست و فقط بر استفاده سیاسی های خودشان است مردم در این راستا باید استادگی نه در برابر نظام بکنن بعد در برابر حکومت وحدت ملی استادگی بکنن در, در, در حکومت باید پاسخگو باشه پاسخ و مثبت را برای مردم رای بکنه که زمان زورتا. انتخابات کدام زمان است و با کدام طرح و کار کردی. اینا میخوان به پارلمان برن و دیگه این خون و شکنجه ای که مردم متحمل میشه هر روز ما شاهدش نباشه با تشکر از شما آقای سپاس باست. از, از تشریف آوردین سپاس از شما بیننده عزیزی که تا حال ما را همراهی کردین میان برنامه کوتا میگیریم پس از او هم در نیم ساعت اخیر برنامه تا ساعت ده همکاران عزیزم را همراهی بکنن با تازه های از دنیای سینما ورزش و, و همچنین روزنامه‌های چاپی در کابل و نظریات خودتان حال هم میان برنامه کتا. تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین